خب سلام دوباره. الان یه مقداری میخوایم دیگه راجع به قسمت‌های زیبای زندگی گفتگو کنیم، راجع به ویدئو، طریقه تولید ساخت ویدئو و از همه مهمتر انتشار ویدئو. اما قبل از ویدئو ما یک سری تصاویر داریم، با یه سری تصاویری مواجهیم، یه سری عکسایی رو داریم که خود عکس، انتشار عکس و نحوه دیده شدن عکس، یه عکس میتونه به مراتب خیلی گویاتر از یک متن باشه. ضمن اینکه مثلا فرض کنید شما در یه جایی مثلا یه راهپیمایی برگزار میشه، حالا هر کسی که این کارو میکنه یه پلاکارد وقتی دستشون میگیرن گویای خیلی چیزا میتونه باشه، پایینش حالا مثلا یه شعاری هم میتونه داشته باشه که عموما در ایران خب مرگ بر امریکاست دیگه، دیگه بیشتر از این زیاد شعار دیگه ای ما نداریم. حالا شعارش چیز نیست، خود اون عکس میتونه دست به دست بگرده، تکثیر شه، منتشر شه و یک نگاه به اون عکس یه پیامی رو، یه مطلبی رو میرسونه. چیزی که دوستان ما، کسانی که در عرصه تو کارای تو زمینه وبلاگ یا بعدها توی فیسبوک چیزایی رو که منتشر میکردن، یکی از مهمترین چیزها شد عکس، انتشار تصاویر. کمان که فرضاً کارتونیست ها وقتی یه کارتونی رو میکشن یا وقتی یه کاریکاتور رو میکشن، تو اون یه حرفی رو میزنن که دیده شدنش خیلی راحت تر، انتقال اون حرف و اون مطلب، البته خب مشخصا به هنر اون کارتونیست هم بستگی داره این حرف رو چطوری بزنه، با چه تصاویری منتقل کنه. ولی وقتی مجموعه هنر اون آدم در یک قاب، در یک عکس، در یک تصویر، در یک کارتون دیده میشه، یه حرفی رو میرسونه که عموما به دلیل سهولت اینکه دیگه لازم نیست شما یک متنی رو بیانیه وار از بالا تا پایین بخونی و اینها، مخاطبین خیلی بیشتری به سمتش میرن. عموما عکس ها نسبت به مطالب، نسبت به نوشته ها انتشار خیلی بیشتری دارن، خیلی گسترده تر عموما شیر میشن، به اشتراک گذاشته میشن، این طرف و اون طرف به هر حال کپی میشن، منتشر میشن تا نسبت به متن، و ضمن اینکه وقت خیلی کمتری میگیرن. مسئله اینه که یک سری عکس ها با مثلا همین گوشی موبایل، مثلا که اکثرا با گوشی موبایل گرفته میشه و حالا یه کاری روی این عکس میخوان انجام بدن برای انتشارش. یه موقعی هست که فرضاً یه عکسی رو گرفتن، حالا مثلا یه عکسی که جنبه خبری هم داشته باشه، تیه اون عکس بخوام بگن این اتفاق فلانجا افتاد، مثلا یه جایی تجمعی بود و پلیس به اونجا حمله کرد، فرضاً زد. اگر یه موقعی هست که توی عکس یه صحنه مثلا زدی خوردی، چیزی هست که گویاست کاملا، اون عکس به همین شکل منتشر میشه. ولی یه موقعی هست که عکس رو حالا زیاد گویا نیست، توی اون شرایطی که عکس گرفته شده شرایطی نبوده که طرف دوربین بذاره و فیکس کنه و تنظیم کنه و نمیدونم فلان و یه عکسی رو بگیره، توی یه شرایطی حالا اون عکس رو گرفته و احتیاج داره که یه جورایی یه کمی با اون عکس به هر حال یه کارهایی انجام بده روش که خود حالا شاید گویاترش بکنه، یا در حالت دوم این که اصلا چیزی رو به اون عکس اضافه یا کم بکنه. خب یه سری از دوستان هستن که با فتوشاپ آشنان، میرن این کار رو از طریق فتوشاپ انجام میدن، اما بسیار ساده تر و رایج تر از اون پینت، که هر کسی که کامپیوتر داشته باشه با ویندوز کار بکنه پینت داره. یه موقعی هست که یه عکسی رو از یه جایی میگیرن، فرضاً یه جایی که یه زمین خشکی بوده الان آب روش جاریه و خیلی راحت و بدون احتیاج به تکنیک و اطلاعات خاصی مثلا میتونن توی پینت گوشش یه خط متن اضافه کنن، مثلا این عکس مربوط به زاینده روده، موقعی که آب بهش مثلا دوباره جاری شده، خشک بوده و فلان، یا این عکس مربوط به مثلا صحنه درگیری، محل رو مثلا چی بکنن، بگن مثلا در فلانجا این عکس مربوط به صحنه درگیری در فلانجا، این عکس مدرسه ای مثلا در شیناباد که آتیش گرفت و مثلا
این اتفاقات افتاد. عکس خیلی بیشتر گفتم نسبت به مطلب بازنشر میشه، خیلی گویاتر هست، خیلی بیشتر حرف میزنه توشه و حرف توشه. غیر از اون ویدیو هاست، ویدیوهایی که با باز همین تلفن ها گرفته میشه، با البته توی جای بیرون از فضای بسته رو دارم، یعنی تو خیابون ها و توی چیز فرزن خانم هایی رو که به استادیوم راه ندادن اونجا یه دی جمع شدن و رفتن با گوشی های موبایلشون یا بعضا ممکنه کسی مثلا تبلت همراهش باشه، با دوربین تبلت فیلم گرفته باشه و بخواد این فیلم رو منتشر کنه. یه مسئله ای رو که راجع به فیلم های اینچنینی ما داریم، یا حتی فیلم هایی که تو خونه گرفته میشه، ساخته میشه و طرف از طریق اون فیلم میخواد یه حرفی رو بزنه، ویدیوهایی که ما داریم به نظر من به دو صورته، یا اینکه یک ویدیوهایی هست که ویدیوهایی که به طور غیر حرفه‌ای ضبط میشن که یک اتفاقی رو گزارش میکنن، یه موقع یه جایی میگن مثلا استادیوم یه جایی دی جام شدن و ازش فیلم میگیرن، یه موقعی هست که من عمدن دوربین حالا اون گوشیم یا وبکم لپتاپم رو روشن میکنم که توش یک حرفی بزنم. ویدیو هم مثل عکس به خاطر اینکه اون پیام خیلی مستقیمتر و صریحتر و راحتتر گفته و منتقل میشه، عموما مثلا اگر یک فعال سیاسی یک پیامی بخواد بده، درسته که اون رو به شکل مکتوب نمیدونم به هر حال مینویسن و جایی منتشر میکنن و فلان، اما ترجیح میده که همون رو جلوی دوربین بگه. یعنی همین الان این جلسه ای رو که ما در خدمت شما هستیم، من تمام اینها رو به صورت نوشته اگر بزنید هیچ کدومش رو نمیکنید، ولی الان من الان جلوی دوربین خب میبینید به صورت ویدئویی تهیه بشه، به هر حال خیلی راغبتر هستید به دیدنش و شنیدنش تا اینکه این بخواد به غیر از ویدئو متن خالی فقط داشته باشید و بخواید یه سری چیزها رو من تعریف کنم و شما هم مجبور باشید که اونها رو بخونید. یک چیز ویدئویی، یک پیام ویدئویی، یک کار ویدئویی، حرفی که توش هست خیلی ساده تر و کسی که میخواد پای اون ویدیو کاری رو انجام بده، حرفی رو بزنه، دیگه بدون به هر حال یک متن، یک نوشته، تیتر داره، مقدمه داره، نتیجه گیری داره، نمیدونم جمع کردن داره، جمله بندی داره و فلان، ولی یک ویدیو فارغ از تمام اینها و ضمن اینکه شما کسی رو که داره با شما حرف میزنه رو مستقیما دارید میبینید، مستقیم که حالا یعنی تصویرشو دارید میبینید، خیلی راحت تر و بهتر ارتباط برقرار میشه. توی یک ویدیو شاید تو 5 دقیقه حرفهایی بتونه منتقل بشه که در قالب متن و نوشته بخواد بشه، هم نوشتنش و هم خوندنش مدت ها زمان ببره و بعد نهایتا اینکه تفاسیر مختلفی هم بشه که حالا منظورش این بود، منظورش اون بود، به خاطر اینکه در ویدیو یه چیز دیگه ای که خیلی مهمه لحن گفتنه، که به هیچ عنوان خب بر صورت توی یک نوشته، منظورم لحن گفتاری، اون لحن دیده نمیتونه بشه. دوستانی که توی شبکه‌های اجتماعی فعالیت می‌کردن کم کم رو آوردن به سمت ویدئوسازی، به سمت انتشار ویدئو در ابتدا و بعد ویدئوسازی. گفتم یه سری ویدئوهایی بود که از جای فضاهای بازی گرفته بودن که یک اتفاقی رو روایت می‌کرد، یه سری ویدئوها رو در یک فضای بسته‌ای توی خونه، محل کار یا فلان اینا خودشون ضبط می‌کردن. قسمت اول ویدئوهایی رو که از بیرون میگرفتن و شاید مثلا خود من بارها توی تهران این کار رو کردم، با گوشی تلفنم ویدئوهایی رو گرفتم از اتفاقاتی که میافتاد. مسئله اصلی رو که با اون ویدئو مواجهن اینه که در من تو جلسه قبل یه اشاره خیلی کوچیکی بهش کردم،
در یک ویدئو مثلا فرض کنید یک دقیقه ای، در 10 ثانیه از این ویدئو یک اتفاقی میفته که اصلا این فیلم ارزشش به همون اون 10 ثانیه است. اون ده فرض کنید مثالایی که من میزدم راجع به اتفاقات بعد از انتخابات ایران در سال 88، اینا رو من اینو به عنوان یک مثال خیلی خوب که بیشترین کاربرد و استفاده از شبکه‌های اجتماعی و مجازی و تلفن‌های همراه وبلاگ و این چیزها شد، بیشتر از این جهت اون دوره زمانی رو مثال میزنم. یه ویدئوی فرزن با گوشی موبایل ضبط شده بود، خب یه مثلا صحنه ای هست که یه عده دارن میدوئن، بعد اونجا یک اتفاقی میفته، الواقعیش هم دوباره خب داریم میدوئیم دیگه، یه عده دارن میدوئن و هیچی نیست. عموما برای انتشار این ویدئوها ناشر ویدئو ناچار بود که یه توضیحاتی بده که مثلا بگه این ویدئو مثلا در این ویدئو این اتفاق میفته از دقیقه فلان یا از ثانیه فلان اینجا اینجوری ببینید اینا. یه موقع ممکن بود اون اتفاق اصلیه تو کل ویدئو گم باشه. مشکلی که اکثر افرادی که مثل خود من یک روزی شروع کردم به ضبط این ویدئوها و انتشار این ویدئوها این بود که خب من میخوام این ویدئو از اینجا شروع بشه، چی کار باید بکنم؟ و اطلاعات فنی چیزی هم ندارم، نمیدونم که با چه ابزاری، به چه روشی، به چه شکلی باید این کارو بکنم. دو تا برنامه هست، کسانی که با ویندوز کار میکنن خیلی ساده و راحت اینها رو به صورت تصویری هم دوستان من لطف میکنم بهتون نشون میدن. برنامه مووی میکر که شما میتونید اگر تصویرش رو هم دارید میبینید، و کسانی که با مک کار میکنن آی مووی، اینها به طور پیشفرض روی دستگاهشون هست. شما میبینید که مثلا این ویدئو رو ما الان میخواییم که فرضاً از این لحظه به بعدش شروع بشه، اون اتفاقی که ما دنبالش هستیم در این لحظه از ویدئو اتفاق میفته و بنابراین الواقعش به درد ما نمیخوره، میخواییم این ویدئو رو تا اینجا ببریم. به همین سادگی میشه اون لحظه رو انتخاب کرد با موس و به عنوان نقطه شروع ویدئو تعیینش کرد تا اونجایی که خب حالا این اتفاق میفته و اینجا رو شما میخواییم که دیگران ببینن. این لحظه ای هست که ما میخواییم تموم بشه، ما دیگه چیزی رو که میخواستیم نشون بدیم، چیزی رو که میخواستیم دیده بشه اینجاست و همین رو به عنوان نقطه پایان ویدئو تعیین میکنیم و این ویدئو رو ذخیره میکنیم و آماده است که ما چه بخوایم این رو روی یوتیوب بذاریم یا توی خود فیسبوک آپلود بکنیم. این رو توی مووی میکر به شما نشون دادن دوستان، توی آی مووی هم به همین شکل باز نقطه شروع ویدئو رو تعیین میکنید، اون قسمتی که میخواییم ویدئو نمایش داده بشه یا دیده بشه و نقطه پایانش رو، و باز هم ویدئو رو ذخیره میکنید. به همین سادگی اون قسمت پرت ویدئوها، اون قسمتی که نمیخواید دیگه کسی ببینه یا اصلا موضوعیتی نداره یا ممکنه بحث رو منحرف بکنه، گرفته میشه و خود اون اصل ویدئو منتشر میشه. در ویدئوهایی که حالا من میام توی خونه وبکمم رو روشن میکنم، میخوام باش یه چیز ضبط کنم، مثلا فرضاً تو یه پیامی رو به یه مناسبتی میخوام بدم، فرض مثال یه اتفاقی میفته، من میخوام نظرم رو راجبش بگم و ترجیح میدم به جای اینکه اون نظر رو بنویسم، ممکنه که مثلا من احساس کنم که این رو خیلی بهتر از اینکه بنویسم بتونم بگم شفاهن و بنابراین میخوام ضبط کنم. من وبکم رو روشن میکنم، از اون لحظه وبکم داره رفتار من رو ضبط میکنه که طبیعتا من نمیخوام اینها دیده بشه. از این لحظه وبکم داره ضبط میکنه و من میخوام مثلا فرض کنید شما کاغذهامو آماده کنم، مثلا اون چیزی که برای خودم یادداشت کردم جلوی چشم باشه، یه بار دیگه نگاه کنم، سرفه کنم، نمیدونم حالا بعد نگاه کنم به وبکم. به هر صورت برای کسی که به طور آماتور میخواد یه برنامه ضبط کنه، نگاه کردم به دوربین باز زیاد همچین کار ساده ای نیست، اکثرا هم
خندمون میگیره موقعی که به دوربین میخوایم نگاه کنیم، یه پیام خیلی جدی، یه حرف خیلی جدی رو میخواد بزنه، خندش میگیره. اینها همه داره ضبط میشه از لحظه‌ای که دکمه رکورد رو زده روی لپتاپش یا روی کامپیوترش، اینا داره ضبط میشه و بعد حرفی رو که میخواد بزنیم میگیم، تموم میشه. حالا مثلا 1 دقیقه 2 دقیقه 5 دقیقه تموم میشه، بعد حالا من میخوام اونو خاموش کنم دیگه، باز داره ضبط میکنه، من این موس رو برمیدارم میرم در کلیک میزنم فلان. خب این ویدیو دست من میمونه، من میخوام اینو منتشر کنم. خود من به شخصه شاید ترجیح بدم که این ویدیو رو اصلا منتشر نکنم، به خاطر اینکه اون قسمت اولش و قسمت آخرش که رفتاری هست که مثلا دارم نمیخواد کسی ببینه، شاید اصلا این نگرانی رو وجود بیاره بگم بابا الان اصلا کل دستمو میندازم، یعنی یارو الان سرفش و فلان و اصلا قضیه جور دیگه و زشته. اصلا دلم میخواد یه ویدئوی ترتمیز مرتب داشته باشم با همین دو ابزاری که به شما معرفی کردم که خیلی ساده و راحت میشه ابتدا و انتهای ویدئو رو برید. دکمه رکورد رو میزنم، بعد حالا آمادگی قبل از ضبط هرچی که میخوام اون کار رو انجام میدم، بعد پیامم رو میگم یا چیزی که میخوام رو میگم، قطعش میکنم، اون تیکه‌ای که پیامم هست رو آپلود میکنم و منتشر میکنم و همین راحتی کار انجام میشه. من یه ویدئوی چند سال پیش ساخته بودم، با گوشی موبایل ضبط شده در مورد فرکانس های زاد و ولد، که من دوستانم خواهش میکنم اون قسمت اولش رو بذارم برای شما. با گوشی موبایل ضبط شد، من توی اتاق کار خودم نشسته بودم و یه برنامه‌ای رو دیدم، دقیقا به همین صورت حس کردم من هرچی راجع به این بخوام بنویسم، چون اون اتفاقی که افتاده، حالا من بیشتر راجع به این البته صحبت میکنم، یک ویدئوی منتشر میشه، یک برنامه‌ای منتشر میشه که من بر مبنای اون میخوام یه حرفی بزنم. برای من خیلی راحت تره که خب این کار رو باز به صورت ویدئویی انجام بدم که این ویدئو هم کنار اون قرار بگیره. من میخواستم، یه خانمی اومده بود توی تلویزیون راجع به فرکانس های الهی و زاد و ولد و اینجور چیزا میگفتش که خداوند یه فرکانس هایی میفرسته خلاصه ملت حامله میشن، برای اون میخواستم یه ویدئو بسازم. این با گوشی موبایل ضبط شد و موقعی که این دوستم، یه دوستی داشت این رو ضبط میکرد، داشت میگرفت، 3 2 1 و دکمه قرار شد که بزنه و من شروع کنم به گفتن. این دوستمون لطف کرد اول دکمه رکورد رو زد و بعد شروع کرد به شمردن و در ویدئوی اصلی که شما الان خواهید دید، صدای این دوست عزیزمون در آخرین لحظه که میگه 1 هست، یعنی 1 و بعد شروع میشه، من میگم بسم الله الرحمن الرحیم، 1 بسم الله الرحمن الرحیم. این مال دوره جاهلیت بود که من خودم اصلا نمیدونستم، همین مثلا مووی میکر که الان دارم به شما معرفی میکنم، من خودم نمیدونستم. که یه داستان دیگه، برنامه هاییه که ما باهاشون ویدیو ضبط میکنیم از طریق خصوصا وبکم. من یه برنامه ای بود، نمیدونم وبکم مکس اسمش یادم نمیاد، یه نرم افزاری بود، اینو یه برنامه‌ای بود، اینو نصب کرده بودم که از طریق اون ویدیو چیز کنم. ویدیو اون رو هم دوستان من لطف می‌کنن به شما نشون میدن. بعد چون این برنامه رو من نسخه آزمایشیش رو داشتم استفاده می‌کردم، نسخه چیزش رو داشتم استفاده می‌کردم که نخریده بودم، یعنی همینجوری گفتم مثلا حالا یه 2 هفته رو چیز باشه ببینم چطوری میشه و اینها، آرم اون شرکت سازنده اون برنامه بالای ویدئو رو پیشونی بنده چسبیده و من میخواستم بشینم مثلا یک اعترافاتی رو جلوی وبکم انجام بدم که دقیقا لوگوی اون چیز هست، اون برنامه هست و شما میبینید. خوشبختانه شانسی که من آوردم این بود که زیاد حالا دیگه به اون قسمت های صوتی داستان کسی نخندیده، کسی هم به روی ما نیاورد. حالا یه تکه از اونم شما ببینید. و این خودش که من به او تماشا می کند الان، سجاد پسر من می باشد که او هم عینهو خود من با میل شخصی خودش به اینجا آمده شده است. این حالا دیگه فرق میکنه داستانش با اینکه من ابتدا و انتهای ویدیو رو بخوام بذارم. اینجا من به یک چیزی برنامه احتیاج داشتم که بتونم بالا و پایین ویدیو رو هم ببندم، یعنی اون فیلم خامی که دستم میاد
بتونم مثلا اگر من یه مقداری میتونستم از بالای کادر رو ببندم، خب این لوگو میرفت، این آر میرفت و دیگه اینجوری نمیشد که مثلا یکی نگاه کنه فکر میکنه من دارم برای شرکت یورو اصلا تبلیغ میکنم. اینها رو دیگه یه مقداری لازمه اگر کسی میخواد ویدئویی رو که میسازه دیگه کارهای بیشتری غیر از اینکه ابتدا و انتهای ویدئو رو بزنه، کارهای بیشتری بخواد روی ویدئو انجام بده، دیگه اون وقت باید یه سری برنامه‌های ویرایش و ادیت ویدئو داشته باشه، مثلا پریمیر که حالا برنامه زیاد آسونی هم نیست، یا برنامه‌های دیگه مثلا فاینال کات روی مک. اینها برنامه‌هاییه که باهاشون شما میتونید فیلم سینمایی هم بسازید، ولی با ابتدایی ترین اطلاعات راجع بهشون میتونید کارهایی که این جنس کارهایی که من میخوام کادرم بالا پایینش بسته بشه، کادرم جمع‌تر یا بزرگتر بشه، نهایتا یه کارهای ابتدایی این شکلی رو هم به ساده ترین شکل باز میتونید با این برنامه ها انجام بدید. باز هم در این قضیه دوستان خوب من در مؤسسه توانا جوابگوی سوالات شما هستن، نحوه کار با این برنامه ها رو یا حتی خود من یا دوستان دیگری که اگر شما سوالی داشته باشید با کمال میل همگی پاسخگو هستن. که یه ویدئو رو حالا ما اومدیم و با یه برنامه ضبط کردیم، الان که خب باز شکر خدا دیگه ماشاءالله این گوشی ها و نمیدونم این تبلت ها و اینا که دیگه خیلی فراگیر شده و هم دارن و هیچ آرمی هم شکر خدا بالا و پایین و هیچش نیست، مگر اینکه شما بخواید بلاهای دیگه ای سر اون ویدئو بیارید، کارهای دیگه ای با اون ویدئو بکنید. من پس خودم دقیقاً اولین بار اومدم با گوشی موبایل، یه گوشی کتک خورده ای هم بود اتفاقاً در جریان جنبش سبز، این برانور چک و چماغ هم خورده بود، کج و کله و فلان و اینا، و با اون و با صدای دوست عزیزمون در ابتدای ویدئو با اون یه ویدئو ضبط کردم. بعد از اون من اومدم از یه اتفاق دیگری افتاد و من خواستم که ویدئو ضبط کنم با وبکم دیگه، اون یه جوری هم دیگه میتونستم که یه برنامه استفاده کنم که اون آرم و اینا رو نداشته باشه. اینکه من اون محیط رو اون فضا رو چطوری درست کنم، اومدم فرض کنید شما ما اسکایپ صحبت میکنیم از طریق وبکم لپتاپ، دقیقا شرایطی رو که یک کسی بتونه اپای وبکم من رو توی اسکایپ ببینه و چهره من براش واضح باشه، این اون شرایط شرایطی بود که من ویدیوهای اولم رو ساختم با وبکم لپتاپ. یعنی از اون پشت صحنه من اگر عکس میگرفتم منتشر میکردم قطعا ملت از خود برنامه خیلی بیشتر میخندیدن. یه میز تلویزیون از این حرکت‌های آکروباتیک که عموماً ما هممون توی خونه هامون به دلایل مختلف کردیم، این کارا رو می‌کنیم، استاد این کاری مثلا. میز تلویزیون یا حالا هر میز دیگری، بعد یه صندلی روی اون و لپتاپ روی اون صندلی، من در حالتی که به هم انگار داربست بستن در بالاترین ارتفاع ممکن و اینا و خودم هم دارم می‌بینم دیگه خودمو اونجا. و حالا خب چیکار کنم که این تاریک نشه و خود مثلا نور داشته باشم اینا، مخصوصا که چیزی که لپتاپی که من باهاش ضبط میکردم موقعی که هیتلر گروهبان دو بود، شرکت دل یه دونه از این لپتاپ ها زده بود که بعدن به صورت غنیمت مثلا رفته بود مسکو و بعد یه مراحل اینا رسیده بود تهران دست من و از تهران حالا اومده پاریس و من از پاریس با این عملیات پیچیده جنگی پای اون میخواستم در خدمت شما بشم. یه دونه لامپ، یه لامپ صد به سقف بود که روشنش کردم و یه آباژور همون گوشه کنارا من پیدا کردم، دیدم که گذاشتم بغل دستم، حس کردم اگر من الان بخوام با این ادوات و با این حد از آمادگی الان من بخوام پای اسکایپ با یک کسی حرف بزنم، به راحتی چهره من دیده میشه، حرفم شنیده میشه و مجموعه به قول معروف صوت و تصویر من میرسونه اون چیزی رو که من میخوام بگم. بنابراین موسو گذاشتم زیر دستم، دکمه رو زدم، شروع کردم به صحبت کردن و قطع کردم.
یعنی دقیقا انزل حدید اشاره داره به اون کسایی که 3 ماه قبل از ازدواج بچه دار میشن و خصوصا زمان بچه دار شدن حامله هم هستن. این ویدیوهای اول من چندین و چند ویدیوی اول من رو ببینید، کاملا به همین شکل ضبط شده. نهایت اتفاقی که روی این ویدیوها افتاده اینه که همین اول ویدیو، شاید مثلا 1-2 ثانیه اولش که خیلی هم کم پیش اومد، مثلا خاطرم نیست کار به اونجا هم کشیده باشه، چون اصلا انگشت هم میذاشتم روی اون دکمه موس روی رکورد میزدم و شروع میکردم به گفتن. حالا باز یه خورده داستان ممکنه فرق کنه موقعی که آدم فل بداهه میخواد صحبت بکنه یا یه چیزی رو بگه، یا اینکه نه از روی یک متن و نوشته ای میخواد ویدیو ضبط کنه که حالا زیادم دیگه تابلو هم نشه دیگه، حالا هی آدم مثلا یه چیزی رو بگیر دستش رو دیگه به نام خدا من همون جور که مستحضر هستید و رفتیم آنجا گفتیم و اینطوری هم نمیخواد بشه. باز من اینا هم روش های خیلی ساده ای داره که به شما خواهم گفت و شاید مثلا 1-2 بار من خودم هم این کار کردم. دقیقا به همین شیوه من رو آوردم به ساخت یک سری ویدیوهای خونگی که بعداً با همین تیپ و شکل ضبط ویدیو و ضبط برنامه، حتی من به همین طریق برای برنامه پارازیت که اون موقع از صدای امریکا پخش می شد هم دقیقا به همین روش من برنامه ساختم، برنامه تصویری ساختم. مثلا فرض کنید اگه اشتباه نکنم اعترافات شهرام امیری، یا مثلا چند تا برنامه رو به عنوان نمیدونم کارشناس فلان میومدم میشستم بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، این جانب شهرام امیری دانشمند هسته‌ای تبعه نظام مقدس جمهوری اسلامی میباشد. اومدیم وقتی یه برنامه ویدئویی از نظر محتوایی انقدری بی‌ارزه که یک رسانه بخواد بیاد سراغش و بخواد بیاد ازش استفاده بکنه. حالا قبل من یه داستانی دارم، این که خب من باید دوربین خوب داشته باشم، نور خوب داشته باشم، شرایط مونتاژ و ادیت خوب ویدئو داشته باشم. یه موقع من اینها رو ندارم ولی میتونم محتوای خوبی بسازم، میتونم تولید کنم، میتونم حرفی رو بزنم که قابل گفتن و قابل انتشار باشه. شرایط رو رسانه حالا برمیگردونه به نفع من. یعنی مثلا فرض کنید اعترافات شهرام امیری به این صورت شد که من در یک سیاهچالیم و چون اونجا امکانات کمه تصویر اینجوریه، تصویر الان این شکلی شده. من یه ویدیو رو رفتم تو حموم ضبط کردم، یعنی لپتاپ همو گرفتم بغلم و رفتم. حالا تو حموم شما نرید دیگه، در اون حد هم مخصوصا اگه پیام سیاسی خاصی میخواییم بدین من خواهش میکنم تو حموم ضبط نکنید دیگه پیامو. ولی منظور کلی من اینه که با همین نور اتاق، با همین نور معمولی که شما فضا رو روشن میکنید بخواید اگر چی بکنید، همین به نظر من همین رو در نظر بگیرید که اگر من الان پای اسکایپ بخوام با یک کسی صحبت بکنم تصویر من رو خوب میبینه، صدای من رو خوب میشنوه. این میتونه ابتدایی ترین آمادگی باشه برای ضبط ویدئوی شما. اگر بخواین حالا دیگه یه دستی هم به سر گوش اون ویدئو بکشید و اینها، اگر نخواستیدم که به همون شکل، شما میتونید برید توی یوتیوب و آپلودش کنید یا برید توی فیسبوک آپلودش کنید. من البته راجع به انتشار ویدیو، انتشار ویدیوها چه شکلی وارد اون شبکه، حالا اون برای خودش یک مافیا و یه جداگانه عجیب غریب اینایی داره، راجع به اونم صحبت میکنم. ولی همچنان راجع به ساخت ویدیو بخوام صحبت کنم، کیفیت وبکم ها خیلی بالاتر رفته. غیر از وبکم هایی که روی مثلا در خود لپتاپ هست که عموما اینها شاید زیاد کیفیت های خوبی نداشته باشه، هرچند لپتاپ هایی هست که وبکم های بسیار با کیفیتی روشون هست، من این وبکم های لوجیتک رو به شدت پیشنهاد میکنم به دوستانی که
دلشون میخواد یه کار تصویری ضبط بکنن. من اینها رو که دارم میگم این یک قسم کار تصویریه که شما به تنهایی بخواید انجام بدید. اگر شما تو خونه یا تو هر جایی که هستید افراد دیگری دور و برتون هستن که میتونن به شما کمک بکنن توی ضبط یک ویدیو که فبعل مراد، یعنی خیلی هم عالی کسی باشه که فرضاً حالا شما ممکنه یه وبکمی رو با سیم و یو اس بی ببندید یه جایی فیکسش بکنید، یه کسی باشه که همین دکمه رو برای شما بزنه یا به شما اشاره کنه که مثلا کجا دارید کات خارج میشید، کجا دارید، یه کمک های این شکلی بتونه بکنه که خیلی عالی. یا یه سری ویدیوهای دست جمعی رو ما داریم، مثلا فرض کنید اصلا لازم هم نیست که حتما حالا پیامی توش گفته بشه یا فلان، این گروه هپی رو که دستگیر کردن، بعد یه عده اومدن در واکنش به اون اومدن خب مثلا جلوی دوربین رقصیدن، این یعنی اصلا حرف مستقیم خاصی هم نزدن، نگفتن نا آقا محکوم میکنیم بلا میکنیم یا تایید میکنیم یا فلان، اومدن رقصیدن، یعنی اعتراضشون رو به این شکل نشون دادن. اینها کسانی بودن که یکی رو داشتن که به این حالا گوشی که دستشون بود، حالا اون آیفون بود، حالا یا هر چیز دیگری زدن ضبط کردن و خیلی ساده منتشرش کردن. بیشتر چیزی که من دارم میگم در مورد شرایط جنگیه که شما تنها میخواید با ابتدایی ترین وسایل و دم دست ترین وسایل یک چیزی رو ضبط و منتشر بکنید. ضبطش که به همین راحتی شد، حالا مثلا من میز گذاشتم یا صندلی میذاشتم روش، شما میتونید از چارپایی هم استفاده کنید هر جوری که راحتید و هر جوری که فکر میکنید دوازه منزل شما اجازه، ماشین لباسشویی نمیدونم اینا اگه دارید، میز ناهارخوری، هر چی، کتابخونه فلان، از هر ارتفاعی میشه بالا رفت تو خونه و هر جایی، کارهایی که ما اومد در بچگیمون انجام میدادیم توی ضبط برنامه‌های این شکلی خونگی خیلی به کار میاد، ملق زدن، کچ کردن و فلان، و این برنامه‌ها ضبط میشه. من یه مدتی شاید مثلا نمیدونم شاید یک سال من دقیقاً به همین شکل و فقط با وبکم لپتاپم برنامه شفاف سازی، قسمت‌های مختلف شفاف سازی رو ساختم. یه موقعی میشد که حسن دیگری که داشت، اگر کسی میخواد کار مرتب انجام بده، مرتب یعنی اینکه مثلا هر هفته یا هر دو هفته یه بار یا فلان، حتما یه برنامه‌ای داشته باشه، حالا یا یه محتوایی رو، یه فرمی رو میسازه، تو اون فرم میخواد یه حرفایی رو بگه، یا اینکه نه میگه که من مثلا هفته یه بار میام راجع به اتفاقایی که تو هفته گذشته افتاد حرف میزنم، یا نمیدونم هر کار دیگه ای میخواد که این کار در زمانهای مختلف انجام بشه و ساخته بشه. خب همون وبکم لپتاپ یا وبکم های اکسترنال، این وبکم های لوجیتک رو من معرفی کردم، از 510 سری های 510 به بالا تا فکر کنم 930 ایناش هم الان اومده فکر میکنم، اونها رو من به شدت پیشنهاد میکنم. دوربین های بسیار با کیفیتیه، خودش هم صدا رو میگیره و به راحتی با یه کابل یو اس بی وصل میشه به دستگاه شما، در جای مختلفی میتونه قرار بگیره. و این برای کسانی که بخوان کارهای مثلا هفتگی یا ماهانه یا هر چی، دیگه لزومی نداره که شما در یک زمان مشخص در یک مکان مشخصی باشید، هر جایی که لپتاپ شما باشه یا حتی لپتاپ دوست شما باشه و وبکمی داشته باشه، شما میتونید همونجا بشینید این برنامه رو بسازید، این محتوا رو تولید کنید. این بسته به اینکه حالا بخواید میگم فرمی هم بهش بدید یا مثلا برنامه شوخی باشه، جدی باشه، که اکثرا به هر حال باز ترجیح میدم برنامه ها ببخشید زیادم جدی نباشه، میشه این رو ساخت. با خیلی از ویدیوهای من رو مثلا نگاه بکنید، یه نورها فرق میکنه، تاریکتر و روشن پررنگتر میشه، بسته به اینه که خب من کجا بودم، دقیقا به همین شکلی نبود که من مثلا بگم چهارشنبه ها تو خونه خودم میگیرم میشینم و برنامه ضبط میکنم، نه، من اگر مثلا چهارشنبه قرار بود هر هفته برنامه بسازم، هر جایی که بودم این کارو میکردم، اون نورایی هم که کم و زیاد اگر میشد توی برنامه دقیقا به همین دلیل بود. و غیر از اون این که حالا اگر من بتونم که یه ترتیب بیشتری به کار بدم، بخوام که یه خورده این کار
مفصلتر و دیگه یه خورده با کیفیت بیشتری بشه، یعنی از حالت خونگی خارجش کنم، برنامه یه که فرضاً من یه ماه دو ماه میسازم، تصمیم میگیرم اینو ادامه بدم، تصمیم میگیرم که این رو یه مقدار حرفه‌ای ترش بکنم، از قالب خونگی و وبکم و اینها بیارمش بیرون. البته باز حتی برای این حالت هم من باز هم وبکم های اکسترنالی که کیفیت خوبی دارن رو پیشنهاد میکنم، به خاطر اینکه لزوماً من برای ساخت یک ویدئو لزوماً کار با دوربین فیلم برداری رو نباید بلد باشم. اینجوری نیست که اصلا کار من نیست که، یا یه موقع اگر من یه دوربین مثلا حتی حرفه‌ای هم داشته باشم نتونم ازش درست استفاده کنم، بلد نباشم، اصلا میذارم در داغونش میکنم و مخاطب ترجیح میده که من با همون وبکم ضبط میکردم. حداقل یه قیافه یا یه چیزی میدید دیگه، به جای این همه تار و نمیدونم سایه و روشن دور شد و نزدیک شد و فلان اینا. چیزی رو که من پیشنهاد میکنم برای یک کمی تغییر دادن اوضاع، استفاده از نور هست. یه پروژکتورهای خیلی، پروژکتور که من میگم آخه مثلا خود پروژکتور یه جوری شده، مثلا ما وقتی میگیم پروژکتور یاد پادگان میفتیم، مثلا یه چیز عجیب غریبی میزنیم، مثلا بتمن با اون چیز میزد آسمون. این که من میگم پروژکتور دقیقا یه لامپی هست که به صورت کتابی الان انواع و اقسام و شکلهای مختلفش هم در اومده. پروژکتورهای LED ما داریم با مصرف برق بسیار پایین، عموما باتری هم میخورن. یه دونه از اینا اگر جلوی صورت شما باشه، تمام اون داستانی که دیگه خب حالا پس نور اتاق کم باشه زیاد باشه چیکار کنم چیکار نکنم، تمام اون رو اصلا دیگه بیخوبون حل میکنه و شما با همون باز دوربینی که به لپتاپتون میبندید یا وبکم لپتاپ میتونید ویدئوی با کیفیت تری رو بسازید. و ضمن اینکه خب مسلما برای ساخت یک ویدئو دیگه آدم وسط صحنه جنگ هم نباید بشینه دیگه، یعنی اینور مثلا تانک رچه، اونور ماشینا بوغ بوغ، مثلا عروس دارم میبرم فلان، مثلا تا پنجره ها هم ببنده و یه خورده بالاخره که افرادی هم تو خونه هستن، اگر مثلا طرف یهو عکسش نگرفت ناگهانی، این عکسای الله و اکبری مثلا یهو وسط یه پیام سیاسی خیلی مهم نیومد دیگه، نه اگه اتفاق خاصی نیفتاد یه خورده صدای اطراف هم چی بشه. که حالا اگر باز که افرادی بخوان این رو حرفه‌ای ترش بکنند، یعنی من الان دارم میخواد برای شما اون سیستم اولیه ابتدایی یک ضبط خانگی رو با یعنی بدون هیچ ابزاری فقط با یک لپتاپ برای شما بگم و رفته رفته چیها میشه به اینها اضافه کرد. نور رو گفتم، برای صدا اگر کسی بخواد احیانا به هر حال صداش هم واضح‌تر توی اون ویدیو بیفته، به هر حال کیفیت‌های صوتی و تصویری تأثیر خیلی مهم می‌دارن توی اون ویدئویی که ساخته میشه، توی اون حرفی که قرار منتقل بشه. ولی خب مثلا اگه اینجوری بود دیگه، مثلا فرض کن همه خبرگزاری‌ها پا می‌شدن با یه لپتاپ می‌رفتن مثلا برای مصاحبه هر جا می‌خواستن چیکار کنن، در لپتاپ رو وا می‌کرد به یارو می‌گفت حرف بزن دیگه این همه خرج هم نمی‌کردن که چیکاره. ولی توی شرایط نرمالی که هزینه زیادی نمی‌خواد بشه، قراره یه حرفی گفته بشه، باز انواع و اقسام میکروفون‌ها هست که به یقه و جمدن فلان جاهای مختلف یا جلوی آدم می‌تونه قرار بگیره صدا رو اون ضبط کنه. خوشبختانه برنامه هایی که وجود داره، همون برنامه ای که تصویر شما رو ضبط میکنه از روی حتی وبکم لپتاپ، همون برنامه صدای شما رو هم ضبط میکنه از روی هر ورودی میکروفونی که به دستگاهتون وصل کنید. میتونه میکروفون رومیزی باشه یا از این میکروفون هایی که به یقه میزنن، البته میکروفون هایی که به یقه من زدن اینا خیلی گرون سمتش، نه اینا یه جاهای دیگه از خارج برداشتن و بردن و اینا، سمتش نرید. ایشالله بعد خواستید برنامه های دیگه خیلی حرفه‌ای تری بسازید و اینها، یواش یواش یعنی موقعی که رفتید دیگه یه دونه این دوربین هایی که تو آزادی میذارن سر بازی پرسپولیس استقلال، با اونا وقتی خواستید مثلا دیگه برنامه ضبط کنید، از میکروفون های اونجوری هم دیگه بگیرید، بعد نورهای جوری دیگه هم بعد بگیرید. علل حساب امیدوارم که شما با همین امکانات اولیه و لپتاپ و این چیزاتون بتونید برنامه های خوبی بسازید. من امیدوارم که این چیزایی رو که به شما میگم یه
نه 99 100 درصدش مسیریه که من خودم رفتم، کاری که من خودم کردم، جایی که به شما میگم وبکم لپتاپ یه چیزی که من یک سال باهاش برنامه ساختم، جایی که مثلا میگم نور اتاق، یک سال من با نور اتاق و با نور اتاقهای دوستان برنامه ساختم. بر صورت علال حساب من ازتون خداحافظی میکنم تا یک جلسه دیگه ما راجع به انتشار ویدیوهامون صحبت کنیم. خداحافظ. اگر بارها دنبال واژه آموزش گشته اید ولی با درهای بسته روبرو شده اید، اگر دنبال آموزشکده گشته اید که دور نباشد و استادهای خوبی هم داشته باشد، اگر مشتاق آموختن هستید اما توانایی مالی کافی نداشته اید که بیشتر و بیشتر بخوانید و بدانید، اگر شبها وقت آزاد دارید و روزها نمیتوانید دنبال درس و کلاس بروید، توانا بهترین انتخاب شماست. توانا بود هر که دانا بود. توانا رایگان در اختیار شماست. آموزشکده‌ای در خانه شماست. هر وقت که بخواهید، شب یا روز. با درس‌هایی مانند حق و حقوق زنان، دموکراسی، تفسیرهای نوین و لیبرال از دین، حقوق اقلیت‌ها، حکومت قانون، نهادسازی و نهادهای مدنی، محیط زیست، روزنامه نگاری و امنیت فضای مجازی و موبایل های هوشمند. آموزشکده توانا کلاس های دلخواه شما را رایگان به منزل شما می آورد. در کلاس های توانا با نام و جیمیل مستعار ثبت نام کنید. برای ما مهم انگیزه شهروندی و علاقه شما به آموختن است. ما هرگز نام واقعی شما را نمی پرسیم. تیم فنی توانا از طریق سایت توانا تک به شما کمک می کند تا با خیال راحت و فارغ از دردسرهای امنیت وب در کلاس ها شرکت کنید. در توانا بیاموزید، با توانا تک پاسخ سوال های فنی خود را بگیرید و از صدها کتاب، ویدئو، آدیو و مدرک دیجیتال در کتابخانه توانا رایگان استفاده کنید. توانا پنجره آشنایی شما با جهان ایده های نو و تجربه مردم دیگر کشورها در گذار به دموکراسی. برای دسترسی به توانا و اطلاعات بیشتر به فیسبوک، توییتر، یوتیوب و گوگل پلاس توانا و توانا تک بپیوندید.